انسان در ظرف رشد و حرکت وزان واحد نداره. یک دسته از افراد انسان عالیات انسان هستند و یک دسته دانیات و دستجات متفاوتی هم در انسان ها هستند که به طور نسبی متوسطات هستند، کمتر کمتر، بیشتر و بیشتر. و این بیانی که در منطق فلسفه بیش از چند هزار سال و هزاره اسلام ابن سینا صدرا دنبال کردن که الانسان نوع واحد، این حرف علمی نیست، این حرف درستی نیست که انسان ها یک نوع واحدن. انسان ها اصلا نوع نیستن، چون شما وقتی میگید نوع میگفتید که ماهیت، فصل، جنس ترکیب میشه، میشه نوع. حیوان و ناطق میشه انسان. میگفتید نطق فصل و حیوان جنس، جمعیت پیدا میکنه، میشه نوع. ماهیتون کلیات خمس، در حالی که ما در فلسفه نوین خودمون گفتیم اصلا ماهیت نداریم. ماهیت دروغه. چند هزار سال فلاسفه از قبل از ارسطو تا امروز تو حوزه های ما هی ماهیت ماهیت میکنن، اصلا ماهیت دروغه، یه چیز علمی نیست، مثل قول و بختک میمونه. اگر یه کسی همه جن رو بشناسه، تو جن باشه، اجنه رو بشناسه، همه جن رو کشون، نه بختک توشه نه قول توشه. قول جن نیست، بختک جن نیست، اینا دروغه، توهم، خیالات مردم ضعیف. یه مشکلاتی پیدا میکنن، میگن آقا بختک روم افتاده، نمیدونم قول همچین شد، نمیدونم چی همچینم کرد چی. اینها بیماری های روح روانیه. ماهیت یه چیزی از همین قبیله، مثلا ماهیت نداریم. لذا این بحث هایی که تو فلسفه نسبت به ماهیت اومده، اینا نوعا بی اساسه. حتی مثل مرحوم صدرا در اسوار، اون همین از ماهیت صحبت میکنه، نتونست از آب در بیاره کار رو، که بالاخره ماهیت چیه؟ میگه وجود اصیله، پس اصله، ماهیت میشه فرعه. ولی میاد ده ها و فراوان در همون اسفار میگه ماهیت مفهومه. بالاخره ماهیت مفهومه یا فرعه؟ ما میگفتیم حقیقت الوجود، نه اصالت الوجود، نه اصالت الماهیت. اینا حرفای خرافی بوده، چه اصالت ماهیت چه اصالت وجود، بلکه حقیقت الوجود. وجود یک حقیقتی است، ظرف مراتب داره، سمدش که ذات داره، پروردگاره، مابقی هم تعینات، ظهورات و فعله. ما پوچ و هیچ هم نیستیم، که محیی الدین تو عرفانش بسته به همین حرفا که حقیقت خداست، ماها همه مفهومیم، مثل مرحوم حاجی ثانی چشم احولیم، اینایی که اینطوری دوتا میبینن، ما دوتا نمیبینیم، یکیه. این چشم مشکل داره، خیال میکنه دوتاست و دوتا نیست. یا اینی که مثل محی الدین کل ما فلکون وهمون او خیال او اکوسون فی مرایا و المثال، اینا همش غیر علمیه. ما میگفتیم کل ما پلکون حق و حقیق من حقیق او رقیق وجدا، این رو باید بگه. وقت چیه؟ خیال چیه؟ ما ظهوریم، تعینیم، فعلیم. خداوند وجود ذاته، ما فعلیم و فعل داریم، خدا ذات و فعل داره، ما ذات نداریم اصلا، نوع هم نداریم. همین هایی که تو حوزه های ما میگن چلت فلسفه میخونن، همش بیهودست میخونن، 50 سال دیگه میفهمن که تو عصر انقلاب این حوزه های ما انحطاط ایجاد میکردن. نوع چیه؟ کلی چیه؟ انسان نوع نی، انسان تشخص داره. خود انسان این لحظهش با اون لحظهش دوتاست، امروزش با فرداش دوتاست، این با اون دوتاست. نوع ماهیت میخواد، جنس میخواد، فصل میخواد. جنس دروغه، فصل دروغه، ماهیت دروغه. تمام اینا یک چیزای دقیانوسی کهنهی بوده که قدیم ها هیچی علم، آزمایشگاه، فیزیک، شیمی هیچی نمیدونستن.
یه همچین چیزای قهوه خونه‌ای برای خودشون سرهم می‌کردن. تمام این حرفای قهوه خونه‌ایه، حرفای عامیانه است. اینا بوده، بالاخره علم نبوده، آزمایشگاه نبوده، دقت نبوده، تجزیه نبوده، عرض کنم ترمیم نبوده، تجربه نبوده. حالا میشستن حالا برای خودشون یه چیزایی میگفتن، خب به زمان خودشون خوب بوده، اما امروز ما نباید اینا رو دنبال بکنیم. انسان یک موجود تعینی است، مراتب داره، از عالیاتش فعل تا دانیاتش فعل. امیر مؤمنان، انبیاء الهی، امامان معصوم، تمام افعال الله هستن، نزولات هستن. علمشون مرتبه داره، عصمتشون مرتبه داره، قوتشون مرتبه داره. مطلق نیستن ائمه، خدا فقط مطلقه. نزولات هم، نزولات عالیات، نزولات دانیات، نزولات متوسطا. حالا این انسان تعینات وجودات، یعنی در فلسفه که عنوان میکردیم میگفتیم همه عالم هستی کنار هم بنشستن، هیچی به هیچی دوخته نیست. ما مثل واگونای قطار نیستیم، این واگون به اون واگون دوختن، گره زدن، قلاب زدن، زنجیر کردن، اینا همش دروغه. تمام عالم هستی کنار هم نشسته، یعنی مثل یک مشت آرد که تو مشت شماست. اینقدر حالا یه وقت فشارش میده سفتره، شلتره، تکاثر داره، تداخل داره، یه وقتش نه. آبم که توش میریزی باز به همون هست، هیچ فرقی نمیکنه. ولی مرتبه داره، تعدد داره، تفاوت داره، این بالاست، این پایینه، این متوسطه. یک دست از مخلوقات الهی محبوبینه، از دستجاتی از انبیا، امامان معصوم، ائمه خدا که تمامشون محبوبینن. پیغمبران همشون محبوبین نیستن، محبینن بسیاریشون، دستهشون هم محبوبین هستن. غیر معصوم هم محبوبین داریم، محبین فراوان داریم، راجل پیاده هم زیاد داریم، و تمام اینها با هم مسانخن. یعنی یک جامعه با پیغمبرش مسانخه. شما وقتی بگید عیسی، ابراهیم، داوود، یونس، هود، امتاشون هم عیسی، ابراهیم، داوود، یونس، هودن. امتها به اندازه انبیا هستن و انبیا به اندازه امتها هستن. همونطور که ما یک معلمی که میفرسید فرض کنید کلاس ابتدایی، با اون که میفرسید دبیرستان، با اون که میفرسید دانشگاه، همشون معلمن ولی با هم متفاوتن. این نیست که شما هر معلمی رو تو هر کلاسی بفرستید. اینطور نیست که انبیا همینطوری هر کدومشون اومدن به یک امتی مبتلا شدن. انسان سه مرتبه داره، نوع نیست. ما همه یکی نیستیم، این معصومه، این عادیه، این متوسطه.